عشقه یسی سلام روی ماهتون امیدوارم حال دلتون عالی باشه خیلی از آن در مورد قاعدگی و همینطور در مورد درمان قاعدگی سوال کرده بودین و اینکه در مورد قاعدگی نامنظم و از آن درخواست کردین که یک ویدیو در مورد این قضیه براتون درست کنم تو این ویدیو قصد دارم در مورد دقیقا همین موضوع صحبت کنم و مثل همیشه اگه به موضوعات پوست و سلامتی زیبایی من هستین خوشحال میشم چنل یوتیوب ما و سابسکرایب ویدیو و لایک و اگر تجربه ای در زمینه این قضیه دارید و درمانی انجام دادید که واضی بودید خوشحال میشم که تو قسمت کامنت برای ما حتما بنویسید خب همونطور که میدونی دوستان ما یه چرخه قاعدگی داریم که معمولا برای خانوم ها هستش که معمولا دوش 28 روز است به طور متوسط گاهی وقتا پیش میاد که این چرخه قاعدگی از حالت طبیعی خودش خارج میشه و به حالت قاعدگی نامنظم در میاد که امروز تو این ویدیو میخوام بیشتر واجبی صحبت کنم یه تعریف دقیق اگه بخوام در مورد قاعدگی نامنظم بهتون بگم در از زمانی که خونریزی قاعدگی غیر قابل پیش باشه و مقدارش زیاد از حد یا کمتر از حد معمول باشه اصطلاحا میگن شخص دچار چرخه قاعدگی نامنظم شده چرخه قاعدگی به فاصله بین اولین روز دو قاعدگی پشت سر هم گفته میشه که به طور متوسط 28 روزه و بعضی از افراد این چرخه قاعدگیشون ممکنه طولانی تر باشه گاهی کوتاهتر. اما به طور میانگین بین 21 تا 35 روزه و قاعدگی نامنظم در از زمانی اتفاق میافته که قبل یا بعد از بازه 21 تا 35 روز شما بخواید پریود بشید یا زمانی که قاعدگی نامنظم باشه و قابل پیشبینی بینی نباشه زمانی که فرد قاعدگی نامنظم داره این زمان بین دو قاعدگی تو هر ماه در اصل متفاوت تر هستش خب سوال اصلی این بوده از من که ما چی کار میتونیم کنیم که این چرخه قاعدگی منظم بشه و برای این کار چه پیشنهادی بهتون میتونم بدم اول از همه بچه ها بهترین درمان به نظر من مدیتیشنه مدیتیشن خیلی میتونه به بهبود قاعدگی نامنظمتون کمک کنه فرد با کاهش استرس درست میتونه به منظم کردن قاعدگی خودش کمک کنه و محققا هم نشون دادن که عادت ماهیانه نامنظم خیلی خیلی با استرس زیاد در ارتباطه به خاطر همین قضیه شما باید یه راهی پیدا کنید که تمام استرساتون دوری کنید و حالا میتونه استرس کاری باشه خانوادگی باشه به شرط روحی باشه همه اینها میتونه تاثیر بذاره حالا بعد برای تنظیم عادت ماهیانتون میتونید مراقبه کنید خیلی میپرسید که که مراقبه چجوریه بچه مراقبه یه کار خیلی آسونه برای کاهش استرسه که کافیه که یه مکانی که آروم باشه برای نشستن پیدا کنید به حالت راز بشینید و بازوی خودتون رو شور کنید دستای خود رو روی زانوتون قرار بدید نفس عمیق بکشید روی صدای نفس خودتون تمرکز کنید و به صداهای اطراف هم گوش بدین و, و, مدام به افکار مثبت و حس حال خوب توجه کنید تا به طور کامل شما رها بشید از تمامی این افکار منفی در روزهای اول چند دقیقه تو روز مراقبه کنید و هر روز میتونید یه دقیقه بهش اضافه کنید و حل بعدی یوگا یوگا نوعی مراقبه جسمیه که میتونه بچه‌ها تو خونه انجام بشه و تمرین یوگا میتونه روش خیلی خوبی برای منظم کردن قاعدگی تون باشه تحقیقات نشون داده شده که انجام روزانه یوگا به متعادل کردن هومون های مرتبط با پریودی نامنظم خیلی کمک میکنه. تغییر تو وزن فرد میتونه بچه رو چرخ در از چرخه قاعدگی تاثیر بزنه. کسایی که خیلی وزنشون کمه متاسفانه ممکنه منجر به نامنظم شدن پیویدی بشه و همین قضیه ممکنه حتی باعث توقف در از عادت ماهیانه بشه بعدا برای تولید هومون های قاعدگیش نیاز به مقداری چربی داره بنابراین در این حالت افزایش وزن میتونه کمک کنه حالا یه سری از عزیزان هم هستم ممکنه که چاقی یا اضافه وزن داشته باشن که کافیه که با یه رژیم غذایی سالم با یک کنترل شده ورزششون رو کاملا منظم کنن و عادت ماهیانهشون رو کنترل کنن در کل اگه بخوام بهتون بگم بچه ها ورزش کردن خیلی میتونه به سلامت در از روحی و جسمیتون کمک کنه و پیشنهاد میدم که برای یک فرد بالغ دو دونیم تا پنج ساعت ورزش لازمه در هفته و شما نیاز به این تایم طول هفتهتون دارید که انجام بدید تا سلامت بدنتون رو تضمین کنید بعدی مصرف ویتامین دیه بچه کسایی که متاسفانه تنبلی تختان دارن یکی دلالش کمود ویتامینه کمود ویتامین دی و همینطور کلسیوم باعث میشه که در از این عادت ماهیانه شما خیلی دچار تغییرات بشه و به خاطر همین قضیه خیلی مهمه که ویتامین دیتون رو و بقیه ویتامیناتون رو کنترل کنید ویتامین دی رو میتونید از طریق نور آفتاب دریافت کنید و یا اینکه از طریق ماهی سالمون تون ماهی دریافت کنید برخی از تولید کننده های مواد غذایی هم ویتامین دی رو به شی و قلات صبحونه اضافه میکنن که اینو محصولات رو شما میتونید مصرف کنید و یا اینکه از مکمل ها استفاده کنید حالا سوال بعدی این بود که آقا ما چجوری بتونیم درمان کنیم سیکل قاعدگیمون رو بچه برای درمان سیکل قاعدگی چندین روش وجود داره یکی از این روش ها در از سرکه سیبه افرادی که دچار تعملی تختان هستن اه... اومدن یک نظرسنجی انجام دادن دیدن که اگر که سرکه سیبو تو مواد غذاییشون یا مصرف خود سیبو زیاد کنن این موضوع هم باعث درمان تنبلی تختان میشه هم باعث در از جون گرفتن رحمتون میشه با حل بعدی خوردن آناناس بچه آناناس عفونت و التحاب کاملا از بین میبره و کاملا باعث میشه که شما یک در از بدن سالم داشته باشید راه حل بعدی زرچوبه شوب. است یه درمون خونگیه که فوق العاده و قاعدگی میذاره و خاصیت ضد التهابی داره بخوام خیلی خلاصه با جمع این قضیه باتون صحبت کنم بچه ها قاعدگی نامان ازم دلایل متعددی داره اینکه شما بتونید تغییری تو سبک زندگیتون برای کاهش مدیریت استرستون و, و همینطور حفظ تناسب اندامتون داشته باشید میتونید به تنظیم قاعدگیتون خیلی کمک کنید مواقع با یوگا و که بهتون گفتم ویتامین دی رو خیلی مصرف کنید گاهی وقتا هم عامل اصلی ایجاد این درس مشکل به خاطر مسئله ژنتیکی هستش ولی اگر هر وقت احساس کردید که دچار غیر عادی هستید لکه بینی هستید ما بین دو فصل قاعدگیتون یا پرسش خیلی طولانی تر شده در اسفل وقت به متخصص زنان مراجعه کنید و دو دست پیگی به درمانش باشید چرا که اگر درمان نشه مشکلات بدتری به وجود میاره و مسئله پیچیده می میکنه سعی کردم تو این درس ویدیو راجع به یه سری درمان های خیلی ساده صحبت کنم و یه سری روش ها برای درمان قاعدگی نامنظم تو های آینده در مورد دلایل قاعدگی نامنظم حتما باهاتون صحبت میکنم و اینکه اگر که سوالی داشتید تو قسمت کامنت از من بپرسید اگه تا الان چل یوتیوب منو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید ویدیو هم بی زحمت لایک کنید و نظراتتون رو برای من بنویسید تنتون سالم روز خوبی داشته باشید